از مذهب و حکومت تا تبعیض و رقابت‌های امنیتی و منطقه‌ای، ریشه‌های گسترش افراطی‌گری در ایران چیست؟ وقتی داعش به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران حمله کرد، پس از یکی دو روز که هویت حمله کنندگان منتشر شد و روشن شد که از کردهای ایران بودند، این سوال ایجاد شد که چطور کردها در همه 4 سال گذشته در خط مقدم نبرد علیه داعش جنگیده بودند، چطور است که در ایران اولین حمله داعش کار کردها بوده. جیار گل خبرنگار ما در مستندی که تهیه کرده دریافته که در طول نزدیک 2 دهه گروه‌های سلفی تندرو توانستند با تبلیغات در منطقه کردستان ایران به عضوگیری بپردازند و حکومت ایران هم از فعالیت آنها آگاه بوده. امشب می‌پرسیم چقدر حکومت ایران قصد و توان کنترل آنها را داشته، ریشه‌های گسترش گرایش‌های افراطی در ایران چیست، در میان شیعیان چقدر میتوان روی کرده مشابه دید. قبل از دیدن منتخبی از مستند جیار گل، ابتدا گزارشی ببینیم از سیاوش اردلان. حمله داعش به مجلس ایران در قلب پایتخت، این اولین عملیات خرابکارانه داعش و تنها عملیات موفق آن در ایران بوده. از آن روز تاکنون سیلی از اخبار و بیانیه‌های وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران یکی پس از دیگری در رسانه‌ها منتشر شده که همگی از کشف و انهدام شبکه‌های داعش در نقاط مختلف ایران خبر می‌دهند. این پیشنهاد از خونسازی عملیات خرابکارانه و دستگیری‌های تازه. آخرین مورد مشتی نمونه خروار است. این بار فرمانده سپاه شهرستان شهریار خبر داده که یکی از فعالان داعش که وارد ایران شده بود به دام وزارت اطلاعات افتاده. این عضو داعش تا کنون اعترافات قابل توجهی داشته و در صدد بوده 300 تروریست رو جهت انجام عملیات انتحاری در ایام محرم سازماندهی کنه. اطلاعات بسیار مهمی از گوشی او استخراج شده و در حال حاضر هم سربازان گمنام سازمان اطلاعات سپاه در حال بازجویی از این عنصر تکفیری اند. شاید چنین خبرهایی به افکار عمومی ایران اطمینان بدهد که دستگاه‌های اطلاعاتی مراقب کوچکترین تحرک داعش در کشورند. مثل این تصاویر چند ماه پیش تلویزیون که نشان می‌داد وزارت اطلاعات یک خانه تیمی داعشی‌ها را شناسایی کرده است. اما وجه دیگر این اخبار نه تنها اطمینان بخش نیست، بلکه نگران کننده است. آیا واقعاً در ایران 300 نفر داعشی وجود دارند که منتظر بودند برای انجام عملیات انتحاری سازماندهی شوند؟ اگر چنین است، چرا و چگونه داعش توانسته تا این اندازه در ایران نیرو جذب کند؟ شاید هدف اصلی مقامات ایران این است که طریق چنین اغراق‌گوری‌هایی هم اشراف اطلاعاتی خود را به رخ بکشند، هم مانع نگرانی مردم شوند. ای خامنه‌ای، ای انسان ملعونی که آنچه روشن است این است که اگر هم مثلا رقم 300 عضو انتحاری داعش در ایران درست نباشد، ولی اراده و قصد داعش رسیدن به چنین سطحی از حضور و نفوذ در ایران است. خانه‌ات را مثل همینجا بسترت خراب خواهیم کرد باذن الله تعالی. انشالله داعش از طریق ویدیوهای تبلیغاتیش قصد خود را خیلی واضح بیان کرده است، ساقط کردن حکومت شیعه جمهوری اسلامی و راه اندازی جنگ‌های فرقه‌ای در ایران. جمعی است از برادران ایرانی ما. حتی اگر داعش توان راه انداختن جنگ‌های فرقه‌ای در ایران را نداشته باشد و اعداد و ارقام رسمی وزارت اطلاعات هم نادرست باشد، باز جای بررسی دارد که چرا زمینه فعالیت گروه‌های افراطی سنی در ایران تا این اندازه مساعد شده. همچنین کارشناسان نقش سرمایه‌گذاری رقبای منطقه‌ای ایران مثل عربستان و قطر را در ترویج سلفی‌گری در منطقه و از جمله ایران نادیده نمی‌گیرند. شیعه و سنی. از این رو نگاه‌ها اول به سمت بحث تبعیض علیه اهل تسنن و نارضایتی‌های آنها می‌رود. یکی از عوامل قدرت گرفتن داعش در عراق هم همین بود. از طرف دیگر مقامات ایران از سطح رهبر گرفته تا امام جمعه همواره تاکید می‌کنند نباید به مقدسات اهل تسنن توهین کرد و بین شیعه و سنی تبعیض قائل شد. همین بود دومر از دنیا رفته. منم میدونم از دنیا رفته. حکومت ایران دستکم به طور رسمی از نفرت پراکنی‌های افراطیون شیعه علیه اهل تسنن حمایت نمی‌کند و چنین افراطیونی را طرد کرده است. این کار کمک زیادی به جلوگیری از افزایش تنش‌های فرقه‌ای می‌کند. اما یکی از راه‌های مؤثر دیگر برای جلوگیری از رشد افکار سلفی و خرابکاری‌های داعش در ایران، رفع کامل تبعیض و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق سنی نشین است. هدفی که داره رسیدن با آن در ایران هنوز فاصله زیادی باقی مانده. سیاوش اردلان، BBC.
برای بحث درباره این موضوع مشتبه امینی پژوهشگر علوم اسلامی در استودیو همراه ماست، همینطور عبدالفتاح خدمتی پژوهشگر علوم اسلامی اهل سنت از منچستر با ما هستند. خوش اومدید آقایون به این برنامه. آقای امینی از شما شروع میکنم. امروز ایران اعلام کرده که 300 نفر احتمالاً قصد حملات انتحاری در طول دوره محرم و صفر داشتند که جلوی اونها گرفته شده. واقعا میشه گفت که افراطی‌گری در ایران رو به رشد هست الان؟ در این که ایران از این زمینه استفاده میکنه شکی نیست، چون استفاده تبلیغاتی که ما در طول یک ماه گذشته یا دو ماه گذشته دیدیم اینو گواهی میکنه. اما جریان سلفیگری فقط در ایران نیست، در کل جهان داره رشد و توسعه پیدا میکنه. نمیتونیم بگیم فقط ایران مورد نظرشون هست، ولی ایران جدیداً نشون داده که فقط داره از این روش سوء استفاده میکنه. کما اینکه در برنامه‌ای که در ایران رخ داد اخیراً شما بلافاصله می‌بینید اخبار داره نشون میده از کانال‌های مختلف مثل اعماق، و این نشون میده که داره خچ و مشی داره پشت صحنه این جریان رو داره هدایت میکنه. و به نظر من گفتن 300 نفر و 200 نفر و 100 نفر یه بحث انحرافی بیشتر نیست. ببخشید من اینجا رو متوجه نشدم، شما میفرمایید که دولت ایران داره از این استفاده میکنه، به چه طریق داره استفاده میکنه؟ به طریقی که همونطور که داره مظلوم نمایی میکنه، در از خودش پشت صحنه‌ای وجود داره که داره این صحنه رو در عراق، در لبنان، در یمن داره هدایت میکنه، اما در این حال میخواد نشون بده که خودش هم قربانی این مسئله است. خب اجازه بدید ما این بحث رو بعداً بیشتر ادامه میدیم، ولی اجازه بدید با آقای خدمتی هم وارد این بحث بکنیم. آقای خدمتی، آیا به نظر شما شمار افرادی که در واقع افراطی هستند یا اونطور که حکومت ایران میگه سلفی افراطی هستند زیادتر شده ظرف سالهای اخیر در ایران؟ ببینید واژه سلفی به معنای شرعیش یعنی کسانی که از نیاکان ایده‌ای و عقیده‌ای خود تبعیت می‌کنند که پیامبر و اصحابش باشند است. اگر از این تبلیغاتی که در جمهوری اسلامی به راه افتاده ما بگیریم، هر کس که مخالف ایده جمهوری اسلامی باشه میشه سلفی، یعنی هر کس که مخالف خرافات و بدعت و قبرپرستی و اینها باشه میشه سلفی از دید آقایون در ایران. اما اون چیزی که الان علم شده به عنوان سلفی جهادی یا سلفی تکفیری، ما اون اعداد و آماری که در گزارش شما آمده بود ما نداریم. عجیبه که وزارت اطلاعات همچون آماری را در اختیار دارن. پس این داله بر اینه که خود نظام روی اینها تسلط داره و مدیریت میکنه. چطور میتونه این آمار دقیقاً از وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ایران بیرون بیاد بدون اینکه کسانی دیگه بدانند؟ ما همه می‌دانیم که در ایران دو طیف یا دو مذهب هست، یا مذهب شافعی است یا مذهب حنفی است. در بلوچستان و خراسان و ترکمنصرها حنفی هستند، در کردستان و این طرف شافعی مذهب هستند، و مسئله سلفی یا اون سلفی تکفیری بدین واژه در ایران نبوده است. الان عجیبه که این هشت شبی و حزب الله جزء این تکفیری ها قرار نمیگیره، ولی از اون طرف چون که اهل سنت، اینها به نمایندگی از اهل سنت هست که در حقیقت ایران داره به عنوان یک ابزار از اینها استفاده میکنه، اسمشون الان اومده. خیلی معتقدن که اون جریان و اون اتفاقاتی که در مجلس رخ داد و در مقبره و آرامگاه خمینی یک نمایش بیش نبود، برای اینکه این مسئله تا به حال سابقه نداشته. و کسانی خب که میگن اگه درست متوجه شده باشم، شما میفرمایید که در واقع دولت ایران خودش یک همچین حمله ای رو طراحی کرده برای اینکه بتونه ازش استفاده کنه. چه نفعی برای دولت ایران داره این کار؟ نفعش اینه که ایران متهم میشد که چطوره این داعشی که در عراق و در 10-20 کیلومتری ایران قرار گرفته هیچ لطمه به ایران نمیزنه، عربستان را چند بار هدف قرار داده، ولی ایران میخواست که به عنوان یک جواب داشته باشه عملا که آقا داعش ساخته و پرداخته من نیست، همچون که نظر خیلی ها هست، به خود من هم حمله میکنه. و همه هم فهمیدن این جریان که نمیدونم این سلاح داره از مجلس وارد شده، اول گفت زن بودن، بعد گفت که چهره زنی مشخص نشد، و 101 علت ایرادی در این مسئله اومد، یک سیناریو کاملا ساخته بود. این دید خیلی ها هست. خب دلیل آقای خدمتی، این البته حرفایی هست که ممکن است شنیده بشه، ولی خیلی های دیگه هم نظرات دیگه ای دارن. از طرف دیگه آقای امنی، شما اشاره کردید به اینکه اینها ساخته و پرداخته ایران هستن برای یک سری در واقع هدف هایی که ایران دنبال میکنه گفتید، ولی سلفی ها در کل جهان در حال ازدیاد هستن، تعدادشون داره زیاد میشه.
به هر حال نمیشه این رو کتمان کرد که دولت‌هایی که از اینها حمایت می‌کنن دولت‌هایی هستن که پرونده‌هایی دارن، در خیلی از کشورها راجبشون صحبت میشه، کشورهای عربی منطقه هستن، کمتر به ایران اشاره میشه برای حمایت از گروه‌های افراطی سلفی یا سنی. اینا یه تاریخچه‌ای داره که اگر ما بخوایم تاریخچه سلفی‌گری رو کلاً بررسی بکنیم، این تفکر از ایران بلند نشده که ما بخوایم فقط ایران رو در نظر بگیریم و مورد حمله قرار بدیم. این تفکریه که از دیرباز از طریق سنتی بودنش اشاعه پیدا کرده، بعد در جریانات سیاسی که در منطقه رخ داده یه عده ازش سوء استفاده کردن، دولت‌های هم روی اینا سرمایه‌گذاری کردن برای اهداف غیر از این مسائلی که الان داره رخ میده، اما دیگه نمیتونن جلوشو بگیرن و در نتیجه کل کشورهای منطقه ذینفع شدن در دخالت کردن در این امور. هر کس از یه طرف اینو داره میکشه به طرف خودش، سرمایه گذاری میکنه، مسائل اقتصادی، پشوانه اقتصادی ایجاد میکنه براشون، در نتیجه میتونه به جهت منافع خودش پیش بره. ایران در جهت سوریه، عربستان همینطور، خدمت شما عرض کنم قطر همینطور، کشورهای مختلف جهت. خب چرا ایران در گروه‌های افراطی شیعه سرمایه گذاری نکنه؟ چرا بیاد در یک گروهی سرمایه گذاری بکنه که به لحاظ عقیدتی اینقدر باهاش زاویه داره؟ تفکر ایدئولوژی اسلامی شیعه اجازه نمیده کسی دست به مسائل انتحاری بزنه یا بخواد کسی رو ناخودآگاه از بین ببره. به هیچ وجه ما در تفکرات اسلامی این چیزها رو نداریم، علی خصوص در نظر شیعه. حتی از نظر اهل سنت هم این مقبوحه، یعنی خیلی از علمای اهل سنت اگر ببینید حتی در ایران و اطراف ایران این مسئله رو رد میکنن. اما منافع منطقه‌ای ایجاب میکنه که یه ده از این قضیه سوء استفاده کنه. آقای خدمتی، بحثی که الان اینجا مطرح شد، همکار ما ژیار گل که بعدتر قرار هست که راجع به مستندش و گزارشش صحبت بکنیم، رفته تحقیقات گسترده‌ای کرده در این زمینه و به این نتیجه رسیده که ظرف دو دهه گذشته در ایران دست بازی داشتن سلفی‌ها برای اینکه یارگیری بکنند و عضوگیری بکنند، به خصوص در منطقه کردستان. فکر می‌کنید چرا تونستن این کار رو بکنند؟ اگر اونطور که شما میگید اغلب سنی‌ها در ایران حنفی و شافعی هستند و ربطی به سلفی‌ها ندارند. اگر در گزارش توجه کرده باشید، یه چیزی هم بهش اضافه کرده بود جناب آقای ژیار گل که دولت هم و وزارت اطلاعات از اینها آگاهی داشت. حالا جالب اینجاست که ایران یه پل ارتباطی است بین گروه‌های افراطی. چطور میشه که وزارت اطلاعات این جریان را بداند و جلو نگیرد؟ و جالب اینجاست که ما میدانیم ده‌ها افرادی از قاعده ایران داره در ایران زندگی میکنند و ایران داره سپورت میکنه و همچنین گروه‌های اپوزیسیون و مخالف افغانستان از ایران سپورت میشن و گروه‌هایی که در بحرین دارن شلوغ میکنن از ایران دارن سپورت میشن. و شما فرمودید خدمت مهمانیتون که ایران چرا هم ایده های خود را سپورت نمیکنه؟ چرا سپورت میکنه؟ هشت و شبگی از طرف کی سپورت میشه و حزب الله لبنان از طرف کی سپورت میشه؟ جنایتی که هشت و شبگی و حزب الله در عراق و سوریه انجام دادن به مراتب خیلی کمتر از اون چیزی که گروه های تندروهای دیگر و تکفیری های دیگه انجام دادن. آقای خدمتی میپذیرید که به هر حال انگشت اتهام به سمت کشورهای عرب منطقه هست برای حمایت از داعش و بسیاری دیگر از گروه های سنی افراطی در منطقه؟ هر کس که چنین انگشت‌هایی دراز می‌کنه، به خصوص به طرف عربستان، همکار و همگام و همصدا با جمهوری اسلامی است، در حالی که خود کشورهای عرب نیست. بسیاری از تحقیقاتی که در غرب انجام میشه که نه لزوما طرفدار جمهوری اسلامی هستن چنین چیزی رو میگن. خب خود عربستان قربانی این چه حمله ها شده. چطور میشه؟ به عنوان مثال ما چند تا حمله داعشی داشتیم در عربستان، همین اخیراً چند نفر از داعشی ها در عربستان دستگیر شدن. پس بنابراین عملا ما ببینیم که کسانی که عربستان را متهم میکنن خود کسانی هستند که داعشی ها را در دامن خود پرورش دادند. حال بعید نیست که همچون افکاری در بین تمام اقشار باشد، اما به این شکل که خیلی چشمگیر باشد. البته من خارج از منطقه خاورمیانه کاری ندارم، حالا در اروپا، در آمریکا چطور رخ داده و چه گروهی و چطور اینها تشکیل داده شدن، اون چیزی در خاورمیانه هست و در کشورهای عربی است همه مخالفند. حکومت ها مخالف این فکر هستند، حکومت عربستان، حکومت های کشورهای عربی مخالف این افرادگری هستند. اما از اون جایی که از بین خود آنها کسانی که با ایران رابطه داشتند و بعضا دستگیر شدند یا به عنوان جاسوس یا به عنوان عرشبت که افراد اطلاعاتی جمهوری اسلامی، مشخص شده که ایران در
رساندن این افراد و پرورش دادن و سپورت کردن این افراد تندرو یک مدیریت خیلی پیچیده‌ای دارد. حتی اتاق فکر و اتاق عملی که انجام میشه برای اونها بعضا در ایران و در جمهوری اسلامی ایران میابند. خب حالا اجازه بدید آقای خدمتی ما بحث رو بیاریم روی چیزهایی که میتونیم و دستمون هست و میتونیم واقعا روشون صحبت بکنیم. مثلا اینکه یکی از رهبرهای برجسته اهل سنت در ایران مولوی عبدالحمید صحبت‌هایی داشته با یک روزنامه در تهران و گفته که ما به یک افق طولانی‌تر نگاه می‌کنیم، اگر در این 4 سال مطالباتمون رو نگیریم 4 سال دیگه صبر می‌کنیم. بنابراین به نظر میاد که زود دیدین از آقای امینی بپرسم، به نظر میاد که نگاه سنی‌ها در ایران این هستش که هر اقدامی که می‌خوان بکنن دست کم از روش‌های دموکراتیک پیش برن. چرا فکر می‌کنید که باز عده‌ای می‌تونن از این فضایی که گفته میشه فضای تبعیض علیه سنی ها هست تو استفاده بکنن؟ طبق قانونی که هر کس باد به کار طوفان درو میکنه، دولت ایران اشتباهات عدیده ای داره در این زمینه. باعث شده که اون عناصری که در داخل ایران هستن و در چارچوب ایران هستن ظاهرا میان و توافقاتی رو اعلام میکنن که تفکر ما اینه، اینجوری هستیم، اونجوری هستیم، طبق دلخواه شما هستیم، اما تحت تاثیر برون مرز خواهند بود به خاطر اینکه کسانی دیگه در برون منافع دیگه ای دارن که ایران داره اونا رو تهدید میکنه، در نتیجه مجبورن روی این افراد باز سرمایه گذاری بشه. به طور مشخص کی هستن کسانی که در برون منافع دیگه ای دارن؟ به طور مشخص کسانی هستن که گول خوردن در واقع به نظر من، به خاطر اینکه کل این فکر به وجود آوردن افرادی مثل داعش، حزب الله، هشت و شعبی، اینا همه تفکراتی که از بادیه که ایران کاشته و الان این طوفان تقریبا داره دامن خودش هم میگیره، به دلیل اینکه یک نیروهایی هم در داخل دارن تشویق میشن. یعنی که شما به این نیرو دست بقیه دولت‌های منطقه که بسیاری از اونها متهم هستن، دولت‌های غربی که متهم میشن، گاهی دست اینا میگین هیچ کدوم نقش نداشتن، ایران در به وجود آوردن داعش نقش داشت؟ عرض نکردم نقش ندارن، عرض کردم هر کسی طبق منافع خودش از این مسئله داره استفاده میکنه، اما به وجود آورندش کیه؟ دولت ایرانه. ساپورتر اصلیش کیه؟ متفکر اصلیش کیه؟ بیان کنندش، خط دهندش، تجاربی که ایران داره در تشکیل سپاه بعد، سپاه قدس در ایران و اینا رو وقتی در خارج از ایران ارسال کرده، اینا که نمیدن بیکار بشینن، هر کسی یک مسئولیتی داره، یک برنامه‌ای داره و از این مسائل دارن استفاده میکنن که این مسائل به داخل ایران کشیده نشه، هر چی هست در بیرون. خب الان که کشیده شده، همین رو از میکنم، باد کاشتن دارن طوفان درو میکنن. یعنی دارن نتیجه اعمال کاری رو که چیدن دارن الان داره به خود ایران هم سرایت میکنه. با کی؟ با همین افرادی که الان اعلام میکنن ما هیچ کار تندخویانه‌ای نخواهیم داشت، ولی در آینده یک پتانسیلی وجود داره که اینها هر لحظه ممکنه ملحق بشن. در جنوب ایران مسائلی می‌بینیم، در بلوچستان می‌بینیم، در کردستان می‌بینیم، اینها زمینه‌هاش به وجود اومد. نظر شما چیه در این باره آقای خدمتی؟ من معتقدم که ایران داره از اون قاعده‌ای که میگوید دشمن دشمن ما دوست ماست داره استفاده می‌کنه و از گروه‌های و احزاب سیاسی و مذهبی سوء استفاده می‌کنه و برای به جان مسلمانان به هم انداختن. البته مهمان محترم شما فرمودن که الان داره ایران درو میکنه، من معتقدم که هرگز لطمه به ایران وارد نمیاد و چاقو هرگز دستی خودشو نمیبره و اون چیزی که ایران تربیت کرده امکان نداره که به ایران لطمه بزنه و این چیزی که انجام گرفت و اتفاق افتاد یک نمایشی بیش نبود. بنابراین این گروه ها در ایران دارن تربیت میشن یا به وسیله ایرانی ها در خارج دارن تربیت میشن برای لطمه زدن به کشورهایی که به نظر ایران مخالف ایران هستند و تحت فرمان ایران قرار نگرفتند. بنابراین همیشه ایران و جمهوری اسلامی داشته از احزاب سیاسی و گروه های مذهبی مخالف یک پلی به عنوان به عنوان سلاحی علیه کشورهای دیگر استفاده کرده و داره هنوزم به این روش و به این سیاست ادامه میده. ممنونم. عبدالفتاح خدمتی، پژوهشگر علوم اسلامی اهل سنت از منچستر با ما و اینجا در استودیو. مشتبه امینی، پژوهشگر علوم اسلامی در فقه شیعه در استودیو. همونطور که فرناز هم اشاره کرد، جیار گل همکارمان مستندی ساخته درباره سلفی ها در ایران که بعد از همین برنامه 60 دقیقه پخش میشه. خود جیار هم اینجا در استودیو به ما پیوسته. جیار، هدفت از ساخت این مستند چی بود و بر اساس کدوم مستندات این مستند رو ساختی؟ خب در حقیقت بعد از حمله تهران به مجلس و مثلا آرامگاه آیت الله خمینی و مشخص شد
4 تن از مهاجمان کردهای ایران بودند، به خصوص جایی که من خودم اهل اونجا بودم، چرا که من 20 سال پیش از ایران اومدم بیرون. واقعا ما همچین موضوعی نداشتیم، به خصوص برای من یک معما بود چگونه اینا در عرض 2 دهه تونستن اینجوری رشد بکنن، در میان جوانان کرد اینجوری یارگیری بکنن، چرا که حتی در مساجد و خانقاه های کردستان معمولا احساسات ناسیونالیستی میشه گفت بیشتر از احساسات مذهبی بود. خیلی از رهبران کردها در طول تاریخ روحانیونی بودند که اصلا بیشتر به اصطلاح هویت کردیشون قویتر از هویت مذهبیشون بود. به همین جهت این موضوع باعث شد که من دنبال این رو بگیرم. یکی از پارامترهایی که ما اونو در نظر گرفتیم، اولا بریم تو اون منطقه‌ای که گروه‌های تندروی سنی در دهه برحال 90 و بعداً 2000 میلادی اینا فعالیت داشتن در منطقه مرزی بین حلبچه و ایران، اونجا با مردمی که اونجا بودن، گروه‌هایی که از طریق افغانستان بعد از حمله آمریکا از طریق ایران به اونجا اومده بودن، اینا چجوری حکومت کردن بعد از حمله آمریکا، اینا کجا رفتن. از طرف دیگه هم خود گزارش وزارت کشور که به سفارت وزارت کشور آقای روحانی 3 سال پیش این منتشر شده، درباره رشد سلفی‌ها در ایران و عراق وسیع تحقیق کرده بود و همچنین خب با کارشناسایی که در داخل ایران بودن، فعالان حقوق بشری، فعالان سیاسی که در مناطق کردشی تحقیقاتی در این باره داشتن و یا با چشم خودشون دیده بودن که اینا چگونه فعالیت میکنن، چگونه رشد کردن. و از طرف دیگه هم اینجا هم در کشورهای غربی روزنامه‌نگاران خیلی معتبری درباره این موضوع تحقیق کردن، درباره گروه‌های تندروی سنی، گروه‌هایی که در داخل ایران بودن، بعضی‌هاشون در ایران بودن، بعدها این گروه‌ها رفتن در جاهای دیگه به القاعده پیوستن و شاخه‌ها و انشعاباتی از که از این گروه‌ها زمانی تحت حمایت ایران بودن، بعدها این گروه‌ها به داعش پیوستن. به همین ما تلاش کردیم که ببینیم ریشه از کجا بوده و چرا در کردستان ایران، در مناطق کردنشین، در استان کرمانشاه، در بخش‌های کردنشین ایران، استان آذربایجان غربی، در استان کردستان، این گروه‌ها تونستن این گونه در میان مردم کردستان یارگیری کنند. من فکر کنم قسمتی از این فیلم آماده باشه. آره، اگه فیلم رو هم ببینیم، حتما با هم ببینیم. منطقه کوهستانی و کردستان عراق و ایران برای قرنها مرکز عرفان و تصوف بوده. اسلام سیاسی در میان مردم این منطقه جایگاهی نداشته است. یکی از خانقاه‌های دیاره از کردستان عراق، شیخ‌هایی که اینجا بودن در این خانقاه تربیت شدن، مریدان زیادی در سراسر کردستان ایران و عراق دارند. در حقیقت میشه گفت در مناطق اورامانات به خصوص این گونه اسلام صوفیگری رواج داشته. در قرن‌های گذشته تندروهای اسلامی هیچ جایگاهی در این جاها نداشتند، اما در 1-2 دهه گذشته اینا تونستن طرفدارانی پیدا بکنن. در حقیقت میشه گفت تندروهای اسلامی نقطه‌ای بودن در مقابل صوفیگری. وقتی که دیاره رو در کنترل خودشون داشتن در سالهای 2001 تا 2003، بسیاری از آرامگاه‌های شیوخ و معابد این مردم این منطقه که صدها سال اونجا می‌رفتن اونا رو خراب کردن، عین کاری که داعش در موسل و جاهای دیگه در عراق کرد. جیا، در این بخشی که با هم دیدیم در یک خانقاه هستی و اشاره می‌کنی که چقدر شیوع داشت صوفیگری در اون مقطع، چه شده که سلفیگری و افراطیگری تونسته نفوذ پیدا کنه در این منطقه؟ ببینید، در دهه 80 میلادی بعضی از این گروه‌ها بیشتر اخوان المسلمین بودن و مورد حمایت ایران هم بودن، ولی فراموش نکن خیلی از گروه‌های دیگه مثل اتحادیه میهنی، حزب دموکرات کردستان مورد حمایت ایران بود، کردای عراق، به دلیل اینکه در اون موقع جنگ ایران و عراق بود، یک دشمنی بود. به همین جهت این افراد اومدن به اون مناطق و تونستن با حمایت‌های مالی کشورهای حوزه خلیج فارس، به خصوص بعد از بمباران حلبچه، اینا سازمان‌های خیریه اومدن که میلیون‌ها دلار در اونجا نه برای ساخت بیمارستان و مدرسه، بلکه برای ترویج تفکر سلفی اونجا تلاش کردن. به همین جهت میشه گفت
از اینجاها آغاز شد. همین جوری که در این قسمت از این خانقاه دیدون، خانقاهی بود که شیخ سراج‌الدین نقشبندی، یکی از شیوخ خیلی مورد معتبر اونجا بوده که میلیون ها مرید در سراسر مناطق کردنشین ایران و ترکیه و سوریه داشته. اینا هیچ وقت مردم رو تشویق نکردند به طرف خشونت یا تندروی، اما خب مجموع عواملی که اسلام سیاسی میشه گفت به این منطقه اومد، بعدها از اینجا بود، از این مناطق بود، از کردستان عراق بود که به کردستان ایران هم سرایت کرد و مجموع عواملی در داخل، شاید بشه گفت سیاست هایی که در اونجا بوده و همچنین خیلی از احزاب مخالف کرد میگویند دلیلی که اینها تونستن آزادانه در اونجا رشد بکنن، میگن حتی اصلاح طلب ها در مناطق کردنشین اون آزادی عمل رو ندارن فعالیت کنن. سوالاتی مطرح میان چجوری اینا تونستن در منبر مساجد و اینترنت و تلگرام و اینترنت اینا راحتی میتونن این افکارشون رو در میان جوونا برها ترویج بدن، در جایی که هیچ گونه آلترناتیو یا گزینه دیگه ای نیست. اگه کسی مخالف برحال سیاست های حکومت باشه، به همین جهت برای بعضی از جوونایی که اونجا از ناراحت هستن یا بیکار هستن، این رو گزینه مناسب برای خودشون میدینن، چرا که قولهای زیادی به اونا میده که اگه شما کاری انجام بدین میری بهش، در دست این زندگی سخت نجات پیدا میکنی. یه بخش دیگه ای از فیلمت رو میکنم آماده است که با هم ببینیم. یکی از اعضای جوان انصار الاسلام که در سال 2003 از بیاره به مناطق مرزی کردستان ایران گریخت، خطاب الکردی بود. پس از ظهور داعش او به سوریه رفت و فرمانده کتیبه صلاح الدین داعش شد. اعضای این گردان همگی کرد بودند. خطاب الکردی نقش مهمی در جذب جوانان کرد ایران و عراق به داعش داشت. او علی کردستان او علی شانازی پیوکن با اذن خواهی خیلی نجر پیمان و علی توحید و یک تا پرسید داکتینه شوینه که با اذن خواهی خیلی خطاب الکردی یکی از فرماندهان داعش بود که نقش مهمی در محاصره کوبانی داشت. ممنونم از جیار گل. و اگر مایلید در مورد سلفیگری در ایران بیشتر بدونید، در وبسایت بی بی سی فارسی هم صفحه ویژه ایجاد شده، آدرس ما هست bbcpersian.com، اونجا میتونید با جزئیات بیشتر درباره این مستند جیار بخونید. و یادآوری میکنیم که این مستند قرار هست که بعد از همین برنامه 60 دقیقه از همین شبکه پخش بشه. اگر علاقمند هستید میتونید اون رو ببینید. اما اجازه بدید 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه بدیم. وزارت کشور عربستان در توییتی از مردم خواسته در صورت مشاهده مطالب افرادگرایانه یا تروریستی آنها را به پلیس گزارش کنند. همزمان متن قانونی منتشر شده که بر اساس آن هر گونه اقدام که به اعتبار عربستان لطمه بزند تروریستی محسوب شود. بعضی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای حمایت از رضا شهابی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد با چراغ‌های روشن و سرعت 20 کیلومتر رانندگی کردند. رضا شهابی از مرداد در زندان رجای شهر اعتصاب قضا کرده. سندیکای کارگران شرکت واحد با امضای توماری خواستار آزادی آقای شهابی شده. فعالان حقوق بشر ایرانی میگویند بین 15 تا 20 زندانی سیاسی حدود یک ماه است در اعتراض به ضبط وسایل شخصیشان اعتصاب قضا کردند. دیوید کلمنتی رئیس بی بی سی از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواسته به آزار کارکنان بی بی سی فارسی پایان دهند. آقای کلمنتی ضمن ابراز نگرانی از اقدام‌های اخیر قضایی دولت ایران گفته بی بی سی فارسی نمونه‌ای از دشواری‌ها و چالش‌های خبرنگاران سرویس جهانی بی بی سی است. چند هفته پیش قوه قضاییه ایران 152 نفر از کارکنان و همکاران فعلی و پیشین بخش فارسی بی بی سی را ممنوع المعامله و عملاً دارایی‌هایشان را مسدود کرد. مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند در یک حمله انتحاری در نزدیکی میدان رقابت‌های کریکت در کابل 3 نفر کشته شدند. مسئولان برگزاری مسابقات کریکت می‌گویند انفجار چند دقیقه‌ای مسابقه‌ها را متوقف کرد، اما بازی‌ها دوباره ادامه پیدا کرد.